وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دو تا آیه است مستحب آدم هر شب در نماز قفیله این دو آیه رو بخونه، یکی و ذن نون، یکی و عنده مفاتح الغیب. این دو تا آیه هر دوش یه تعلیمای حائله، مثل همه آیات قرآن که تعلیمه و تذکیر مستمره از برای انسانه. مفاتح جمع مفتحه، مفاتیح جمع مفتاحه. مفتاح و مفتاح هر دو معنی کلیده، اما یه قاعده صرفی هست میگوید زیادت المبنا تدل على زیادت المعنا، کرم و اکرم، صرف و صرف. هرچی الفاظ در لغت عرب زیاد میشه معنا هم زیاد میشه. این قاعده را در کتاب شرح نظام بیان کرده و کتابای دیگه، کتابای صرفی هستن. مفاتح جمع مفتحه، مفاتیح جمع مفتاحه. خدا در قرآن نفرموده و عنده مفاتیح الغیب، و عنده مفاتیح الغیب. چون مفاتیح لفظش زیادتره معناش اینه که صعوبت فتح زیادتره درشه. خدا از برای صعوبت فتح نداره و لهذا فرموده مفاتیح الغیب. غیب هر چیزی که غائب از حواسه اسمش غیبه، چیزی که نمیبینیتش، چیزی که نمیشنفیتش، چیزی که آدم استشمامش نمی کنه، چیزی که ذوقش نمی کنه، چیزی که ملامسش نمی کنه، این اسمش غیب. خدا غیبه، حضرت حجت غیبه، هر چیز از این قبیل، ملائکه غیبه، جن غیبه، انبیاء سابقین غیبه، بهشت و جهنم غیبه، قبر و محشر، قبر معنوی ها نه قبر مادی قصدمه، اینو غیب هست. تمام کلیدهای غیب دست خداست. این آدم خوب میشه که ناخوشه، این آدم بچه گیرش میاد، این آدم شوهر میکنه، این آدم زن میگیره، این آدم پولدار میشه، این آدم بلا سرش میاد، این همش غیب. کلیدش دست خداست. اگر کسی هم چیزی را از غیب میداند به اذن الله میدونه، و لهذا این آیه توجیه میده آدم را به این که همیشه برید پیش اون کسی که کلید اینا دستشه. اگر شما یک غیبی دارید که آدم هر لحظه غیب داره، حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمان این که هر روز مثل قطرات امطار بر مردم بلا نازل میشه. شما اگر یه روز در فی شهر بزرگی باشید و مربوط باشید به مشکلات اون شهره، تصادفهاش، سکتهاش، از بالا افتادناش، آتش گرفتناش، دزدی شدن اموال، اینا میبینه مثل قطرات مطر بر مردم ریخته. بین قوسین سه چیزم دفع بلا میکنه، یکی صدقه است، یکی هم دعاست، یکی هم احسانه. به مردم اینا دفع بلا میکنه. مثل قطرات مطر به قول حضرت امیر بر مردم ریخته میشه بلا.
مثل قطرات مطرم بر مردم نعم ریخته میشه. اون بچه گیرش میاد، اون ناخوشش خوب میشه، اون مسافرش میاد، اون از زندان در میاد. اینجوریه مفاتیح تمام اینها که غیب اسمش باشه، خوبی یا بدی، این دست خداست. لا یعلمها الا هو، فقط خدا میدانه غیب را. یا آیه دیگه داره قل لا یعلم الغیب الا الله. این واسه اینه که آدم تعلیم به انسانه که هر مشکلی داره بره در خانه خدا، چون مفتاحش دست خداست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر. بر و بحر بذارید کنار، شما تو خونتون یه دونه درخته برگ داره، نمیدونید. در خانتون چند تا مورچه هست، نمیدونید. دانستم که 500 تا مورچه هست، اینا کدومش مذکر کدومش مؤنثه، نمیدونید. پاهاش چجوریه، فکرش چجوریه، خوراکش چجوریه، هیچ نمیدونیم ماها. و یعلم ما فی البر و البحر، همه چیز خدا میدونه، مفاتیح دستشه، همه چیز هم میدونه. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، اگر یک کسی تو قم پیدا بشه بگوید من میدونم که درخت من در خریف چند تا برگش میریزه، این آدم خیلی شاد و نادریه. و ما تسقط من ورقه، وقت شما فکر بکنید این دنیایی که پر درخته، غابه ها، جنگل ها، خانه ها، باغ ها، اینا سیل اوراقش میریزه. خدا میگه هر ورقش من میدونم که میفته پایین. و ما تسقط من ورقتن، یعنی که خدا میدونتش. ولا حبتن فی ظلمات الارض، یه دونه دونه کوچک در ظلمت های زمین، خدا میدونتش. ولا حبتن فی ظلمات الارض. در اون آیه دیگه داره که و یعلم مستقرها و مستودعها، این مورچه هایی که را میرن، ملخ ها، صدها جانور و حیوانی که تو خانه ما هستن، اینا کجا شب استقرار پیدا میکنن؟ واقعا هیچ فکرش کردیم؟ یعلم مستقرها و مستودعها، کجا اینا به ودیعه گذاشته میشن وقتی بیمیرن؟ وقتی بیمیرن اینا کجا به ودیعه گذاشته میشن؟ چون اینها ودیعه است تو زمین، خاک هم که بشه ودیعه است، چون باز اینا محشور میشن. و یدل وحوش و حشرت، همه وحوش محشور میشن روز قیامت. و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، در یک کتاب خیلی واضحی ما اینا تحلیلشون کردیم، همش رو میدونیم خدا. و یعلم ما فی البر و البحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. بعدم خدا عموم داده، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، هر چیزی که تره یا هر چیزی که خشکه، اینا همش در کتاب مبین هست. همه چیزا دست خداست. وقتی این آدم هر شب میخونه هی تذکیرش میکنه این مطلب که همه چیزا دست خداست. یکی از علمای تهران دو هفته قبل پیش من بود اینجا، من شنیدم این سکته کرده، منم یه تلفنش کردم، حال پرسیش کردم، بعد خوب شد اومده بود پیش من، دو هفته قبل اینجا بودش. این میگفت که خلاصه اطباء بردن ما شفا و اطباء گفتن این که تو میمیری، هیچ چاره نداره، وصیت تو بکن. حالا با یه تفصیلی که کار به تفصیلش ندارم، گفت من فهمیدم میمیرم. گفت که یه اشعاری گفتم حول خود من، حول حضرت حجت. یه نفرم بود پهلوی من سرطانی، یه زنم پهلوی من بود سرطانی، اینم دکترها گفته بودن میمیره. میگم قصه دو هفته قبله که پیش من آمده بود، قصه خودش مال یه ماه قبله، دو هفته قبل پیش من بود، خودش واسه من قصهش نقل کرد. من از یکی از رفقاش شنیده بودم، بعد خودش آمد اینجا از خودش شنیدم قصه رو. گفت ما هم بنا کردیم اون شب، چون دیگه میمیریم، اطباء هم گفتن تو میمیری. خب بنا کردم این شعرهای مربوط به حضرت حجت که خودم گفته بودم، بنا کردم بلند بلند خوندن و گریه کردن. این خانومم که سرطانی بود، اینم اطباء بهش گفتن تو میمیری، اینم با گریه من بنا کرد های های گریه کردن. شعرم میخوندیم، خب دیگه آدم دل شکست. میگفت سحر شد خوابم برد، خوابم برد دیدم این که
تمام علما از شیخ مفید تا عالم حالا اینا همه این یه جای هستن. بله. یک نفر نورانی هم که من ندیدمش اما یه قطعه نور بود، انسانی بود، اشعه نور داشت، اینم بالای منبر نشسته بود. بعد میگفت که یکی از این علمایی که نشسته بود به این شخص که من فهمیدم پیغمبر این آدم صلی الله علیه و آله و سلم بهش گفت که یا رسول الله این خلاصه خادم شماست چون روحانیه و نوی شما سیده، خوبش کنید. میگو از خواب پریدم، احساس کردم با کیم نیست، احساس کردم با کیم نیست. میگو اطباء صبح آمده بودن که ببینن یا من تنزل کردم یا مردم. تعجب کردن، گفتن تو اصلا هیچ باکت نیست، قومش یه دونه آدم صحیح صحیح هستی. میگفت عجیب این بود که معلوم شد اون زنم سرطانش از بین رفته، خلاص شد. اون زنم خیلی میگفت اقرباش وقتی آمدن خوشحال شدن. حالا پیغمبر که اینجا تشریف آورده بودن ولو عنایتشون اون زنم رو خوبش کرده بودن. مفاتح غیب دست خداست. گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ یا تقصیر الاصح واقعش آدم ها حتی متدینا اینا درست طرف دستگاه خدا نمیرن. یکی از علمای همدان بود، این قصه 40-50 سال قبله، آمده بود نجف و پولش زده بودن، عالم متشخصی بود. این آمده بود تو حرم به حضرت امیر گفت یا امیرالمومنین من عالم هستم، اهل همدان هستم، پولم زدن، من نه روی گدایی از کسی دارم، من کسی باور میکنه که من پول ندارم و من زوار شما هستم. خودش نقل کرده بود عالمه، گفته بود اومدم از حرم بیرون اما با اون توجه ها که بحث ما امشب در توجه به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به مناسبت محرم و سفره. گفت اومدم از حرم بیرون یک کسی تو صح یه پول آورد من داد. گفتم آقا من که گدا نیستم. گفت میدونم گدا نیستی. من که کی گفته پول احتیاج دارم؟ گفت به من تو گوشم اگر پول احتیاج نداری به حضرت امیر حالا چی داشتی میگفتی؟ با اینکه میگفت من سر به حضرت امیر گفتم. وقت بعد تعجب کردم که حضرت امیر چطور اینو حوالش کردن به این زودی؟ و پول گرفتیم بعدم اون شخصو ندیدیم شخصاً. خلاص. واقع اینه، اینایی که ماها میشنفیم ائمه در هر سال هزارها ناخوش شفا میدن، هزارها فقیر را غنی میکنن، هزارها مشکل دار رو حل میکنن، اینه یه واقعیاتیه. اگر آدم راستی درست بره پیه اهل بیت علیه مصالات و السلام، اینای رسوم و طقوس فقط نیست که ماها انجامشون میدیم، روزه و گریه و عذاب و سینه‌زنی و طقوس نیست. والد ما نقل میکردن رحمت الله علیه، میگفتن یکی از تجار نجف بود، از شب اول ماه تا شب دهم هر شب اطعام میکرد تو نجف، روزه میخود و اطعام میکرد. روز نهم از نجف در میاد به قصد کربلا، چون صبح تا عصر طول میکشیده اون وقتا با گاری بوده، عربانه بوده، و به بچه‌هاش توصیه میکنه که امشب هم اطعام را بکنید شما، میگن اشکال نداره. شب میاد کربلا و متعارف کربلا مقدسین میان حرم و صحن و اینها شبا حتی همونجا میخوابن به اصطلاح به مورد عنایت بیشتر باشن. والد ما گفتن این که این خودش نقل کرد، خود تاجره، گفت خواب دیدم امام حسین علیه الصلاه و السلام را که در ایوان نشستن، حضرت علی اکبر هم کاتبن، امام حسین دارن بر حضرت علی اکبر القا میکنن چیزهایی که مردم در سبیلشون قرار دادن و عمل فرمودن. کی فلان؟ گفتن همینجوری مبلغی تا به من رسید. گفتن حاجی فلان، دیدم اسم منه، گفتن بنویس اینقدر قند، اینقدر شکر، اینقدر چای، اینقدر برنج، اینقدر قیمه، یعنی نخود، لپه، اینا رو بنا کرد حضرت علیکبر نوشتن، حضرت هم دوشتن بهش میگفتن، حضرت امام حسین میگفتن، حضرت علیکبر هم مینوشتن. گفتن در ضمن مثلا فرض کنید دیگه 50 حق گوشت گوسفند، 10 حق گوشت گاو،
گفت من تو خواب دیدم این اشتباهه، من اصلا گوشت گاو ندارم. از اون طرف نمیشه امام حسین اشتباه کرده باشن. برگشتم نجف بچه هام گفتم این که چیکار کردید؟ گفتن همه چیز درست گفتن، گوشت گاو نبود تو قصه. گفتم 10 حقه گوشت گاو هم درست کردید شما؟ گفتن نه، اصرار کردم. گفتن از کجا میدونید تو حاجی؟ گفتن واقعش اینه که این طباخ ما گفت گوشت گاو و گوشت گوسفند تو قیمه فرق نمی کنه. با گوشت گاو اون وقتا قیمتش نصف گوشت گوسفند بود، ملت هم نمی فهمن که گوشت گاو بوده. لحاظا ما 10 حقم گوشت گاو خریدیم. اصرار کردم که از کجا فهمید؟ گفتم خود امام حسین گفتن اینا. یعنی حتی اگر گوشت گاو گوشت گوسفند شد و گوشت گوسفند گوشت گاو شد، اینا میدونن ائمه. چون حبت این فرمت الارض قصه این نیست که حالا چیزای بزرگ را بدانن یا چیزای با خصوصیت را بدانن یا چیزای کمی بدانن یا چیزای زیادی بدانن. اصطلاح اینا این نیست که فلان آدم ترویج کرده یا فلان خطیب این حرف گفته یا تو فلان کتاب اینه نوشته. انقدر افراد هستن که این چیزها رو دارن، هیچ قیمت هم ندارن. قیمت یه روزه، دو روزه، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو ساله خلاص میشه. یعنی اینا یه واقعیت ارتباط به خداست. خدا اینجوره اگه دستش رو چیزی گذاش، خدا دست نداره ها. اما تو خود قرآن فرموده ید الله فوق ایدیهم، اگه دستش رو چیزی گذاشت این چیزو شخصیت پیدا میکنه. من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا، تمام عزت ها مال خداست، پول ها مال خداست، قدرت ها مال خداست، سلطه ها مال خداست، همه چیز مال خداست، همه چیز، کوچکترین چیز استثنا نداره از دستگاه خدا. کارا همش مربوطه با خداست. حالا 4 تا آدم جمع شدن امام حسین رو کشتن، اینا خره کردن مثلا به اصطلاح، یا 4 تا آدم جمع شدن این سیده رو چکش زدن، این خیلی که مفخره کرده انصافا. مفخره آدمایی که مربوط به خدا هستن. تو زندان هم باشن، همین قصه که همه تون شنیدید، اومد موسی بن جعفر، قصه مشهور. آخه یه طغات همیشه یک شکل و یک لون و یک جور اتهام درست میکنن. به زنی هارون گفت که برو تو زندان، اگر تونستی موسی بن جعفر گول بزنی دست درازی بهت بکنه، خلاصه انتی حرتون لوجه الله. یه زن خیلی زیبای اومد تو زندان و موسی بن جعفر مشغول نماز شده، نماز اول، دوم، سوم، چهارم، هر چیز زنی که صحبت کرد هیچ نگفتن بهش. اینا مربوط به خدا بودن اصلا، اینا شوخی نبود ارتباطشون به خدا. زن گفت که خب حالا من دستم دراز میکنم، من دست بهش میزنم، دهیجش بشه. خلاصه 10 سالم از تو زندانه، دست همچی که خواست بزنه به حضرت موسی بن جعفر، خود زن بعد نقل کرد و زی هارون، چون بعد از یه روز دو روز فرستاد هارون ببینه این زنه چی شده. دید این سجده کرده، هی میگه سبوح قدوس، زن فاحشه، بدکاره، رب الملائکه و روح در سجده. خلاص به زور بردنش، زن میلرزه. گفتن چت شده، دیوانه شده؟ گفت نه. گفتن این که این چیکار کرد موسی بن جعفر؟ گفت هذا صالح. عبد صالح کدومه میگی؟ گفت واقعش من وقتی خواستم دست بهش دراز بکنم، یک وقتم از زمین تا آسمون پر ملائکه است و این ملائکه ها با شدت من گفتن تنحی عن العبد الصالح، دور شو از عبد الصالح. فهمیدم لقب این عبد الصالح. همینجور من تا مرد زنه واله شده بود، چون آخر ملائکه دیدن خیلی خطریه. ما ملائکه شاید ندیده باشی، ملائکه خیلی ترس داره. اصلاح اذا من تصورم این فعالیت کنیم، راستی اینا رو زیاد کنیم، ارتباط هایی به خداست، روزه ها، مجلس ها، هیئت ها، سینه زنی ها، اطعام ها، هر چیزی من صغیرت او کبیره. خدا دستگاهش میاد قال در راست دیگه. اون وقت چیزی که هست باید اضافه بکنیم کتاب را. یعنی جدا اگر این که همت بکنیم 1,000,000,000 کتاب پخش کنیم در این محرم و صفر، هر خطیبی کتاب هم پخش کنه،
تا توعیه بده، تا وعی بده به اصطلاح. الان در دنیا اذاعه خیلی آسونه، رادیو، رادیو در بلاد غربی و ما اشبه حکمش حکم ثلاجه در بلاد ماست، یخچال. یک حسینیه هست در فلانجا، این 100,000 دینار کویتی خریدنش، وقت خریدنش. بعد 100,000 دینار کویتی هم توسعش دادن، یعنی 200,000 دینار کویتی، 700,000 دلار. 100,000 دلار یه دونه رادیو و فرستنده است. یعنی این حسینیه پول 7 تا اذاعه است. حسینیه خیلی خوب بوده، جزاهم الله خیرا، اما واقعش این است که ما باید فعالیت بکنیم یا 7 اذاعه پیدا بشه تو دنیا، یا 70 تا اذاعه پیدا بشه حول امام حسین، یا 700 تا اذاعه پیدا بشه حول امام حسین. اینا با همت میشه دیگه. اونم الان دنیا پر شده این حرفا. شیعه هم خیلی پول داره دارن، خیلی متدین دارن، خود توجیه لازم دارن. اگر هر حسینیه واقعا یه اذاعه داشته باشه، در یکی از بلاد امریکی همین تازگی میخوندم دو سه روز قبل، 200 تا دارالاذاعه هست. هر تاجری که میخواد دعایه کنه دارالاذاعه خریده، هر کنیسه که میخواد دعایه کنه دارالاذاعه خریده، هر مؤسسه که میخواد واسه خودش دعایه بکنه دارالاذاعه خریده. در یه دونه شهر 200 تا دارالاذاعه. اگر این چیزا هم اضافه بشه، اطعام هست، حسینیه هست، مسجد هست، مدرسه هست. جیتا یه تاجر خیلی مهمی بود در بصره، بعضی ها که آمدن اعدامش کردن. این وقت هر وقت مد کربلا به نماز من میمد، بعد نماز من با ما مصافحه میکرد. خیلی مرد خیری بود در بصره، و بصره این تنهای 80 تا درست کرد. خیلی هم به مردم مساعده میکرد، مرد خیلی مهم خوبی بود، خدا رحمتش بکنه. بعضی هم در بصره اعدامش کردن. من وقتی اعدامش کردن خیلی متأثر شدم. یه دفعه منزل ما آمده بود، یه نزاعی داشت سر یه ملکی با یه کسی، دو طرف اتفاق کرده بودن که میریم پیش محمد، هر چی گفت قمع عمل میکنیم. دوتاشون اومدن پیش من، منم تصالح بینشون کردم و تنصیف کردن اون ملک رو. خلاصه یه شبایی که میمد کربلا زیارت میمد، یه شب دو شب میمد، خیلی هم نمیمون چون تاجر مهمی بود، نماز من میمد. یه روز هم منزل ما اومد به همین مناسبت. تمام علاقات ما با این همین قد بود. وقتی اعدامش کردن من خیلی متأثر شدم، راست خیلی متأثر شدم. شبی که روزش اعدامش کردن، چون رادیو گفت اعدامش کردن به اصطلاح، من خوابش دیدم، دیدم در همون لباسی که پیش من میمد به همون لباس بود. تو زن امام حسین تکیه کرده بود به دیوار حرم رو به قبله. من تو خواب میدونستم این اعدام شده و کشتنش. بهش رسیدم، سلام بهش کردم و باش مصافحه کردم و گفتم ها آی حاجی تا چی شد به اصطلاح. گفت هر چی واسه امام حسین من کردم به من دادن اونها را. کلامش همین بود. واقعش این چیزا خیلی مهمه. فقط ماها یا افرادی هستیم یه چیزای مجانی گیرمون اومده، خیال میکنیم چیز مجانی بی قیمته. تاجره میخواست بیمیره، به پسرش گفت که باید چند روز بری فعلگی بکنی. گفت منم اول فعله بودم، او پولت جمع کنی بیاری من بدی، به علاوه وصیت میکنم از ارثم محروم بکنن تو رو. این وصیت خودش صحیح نیست شرعن ها، چون ارث حکم نه حقه با تفصیل فقهی. پسرم رفت، آخر عملگی خیلی کار سختیه. پسرم رفت عملگی کرد تا اینکه یه 10-12 قرانی جمع کرد، پول عمله قرب پدرش داد. پدر پول گرفت و گفت خیلی خوب، جزاک الله خیر، و با هم دیگه رفتن سر یه دونه شط آب، پول رو پرت کرد تو شط. پسر بنا کرد داد و قال کردن، آقا من 10 روز زحمت کشیدم، صبح تا شب گل پشت بون بردم، آجر آوردم پایین، این نتیجه اون پولا، این پولا نتیجه اون کاراست، تو انداخت تو شد. گفت انداختم تا بفهمی پولای منم همینجور تحصیل شده، نه اینکه من مردم پولا بهت برسه، هیچی تصرف اعتباط بکنی. گاهی وقتا آدم یه چیز مجان گیرش میاد. و اخذ البلاد بغیر حرب یهون علیه تسلیم البلادی،
آقای امینی خدا رحمتش بکنه این قصه رو سوی خود من گفت، من خیلی باش معنوس بودم زیاد به اصطلاح. گفت که تو نجف یک وقتی اینقدر فقیر شدم که نهار و شامم نداشتم، زن بچم دارم به اصطلاح هیچ. گفت حالا نهارم نداری، مثلا نونم نمیتونم ببرم واسه زن بچم، خیلی اوقاتم تلخ شد. اومدم قرآن کریم باز کردم تو حرم حضرت امیر، باز کردم قرآن را، این آیه را در آوردم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، یعنی خدا رزاق و قویه. یا کسی رزاق اما قوت نداره، یا آدم یاد نمیذاره رزق بده، خدا قوت داره و قوتش هم متینه، یعنی قویه، یعنی مستحکمه. گفت به حضرت یا امیرالمومنین این آیه معناش چیه؟ میگو با خیلی اوقات تلخی قرآن بسیم و میگو زیارت خوندم، نه دعا خوندم، نه نماز خوندم، اومدم تو حرم تا با حضرت امیر احتجاج کنم، خلاصه سر این آیه قرآن. گفت از حرم در اومدم تو صحنه کسی اومد پولم داد. گفت از اون روز تا امروز من دیگه روی فقر را ندیدم، خلاص شد تا امروزی که واسه من قصه میگفت. همیشه انسان باید یادش باشه خیلی ما به کس مهمی متکی هستیم، باید همت کرد حسینیه و روزه و اطعام و قضا و تمام خصوصیات زیاد بشه. مرحوم والد ما یه قصه دارن رحمت الله علیه، خودشون واسه من گفتن، مکرر من خودم دیدم. والد ما میگفتن این که من چون پول نداشتیم شبها تو روشنی ماه من مطالعه میکردم، گفتن تا چشمم یک حال کرد که توی طبم نوشن این حالت را، شب هیچ نمیدید، هیچ هیچ حالت اینجوری. گفتن من نظر کردم موسی سید محمد علیه صلات و السلام چون سامره بودن، اگر چشمم خوب شد سالی یک دفعه بیام حضرت سید محمد و یک دسته شمعم موسیش ببرم، خوب شد چشمم. لحظا هر سال مرحوم والد ما میرفتن سید محمد با یه تفصیل که حالا کار به تفصیل ندارم، این چیزی بود که نقل کرد. اما چیزی که من خودم دیدم، چشم پدر ما از چشم تمام ماها قوی تر بود تا مرحوم شد. بین خانه ما و بین حضرت عباس فاصله از اینجا بود تا صحن حضرت معصومه. اون وقت در صحن حضرت عباس با این فاصله دور ساعت بود به اصطلاح، این ساعت من اصلا صفحه هم نمی دیدم، صفحه ساعت که روش عقربک می گرده. والد ما از پشت بون نگاه می کرد می گفت 5 و 6 دقیقه است، دقیقش هم می دید. اونم حالا ما جوان بودیم، کسان تو منظر ما همشون جوان بودن، والد ما 80 سال عمر داشت، 75 سال عمر داشت، از دور می دیدم. واسه علامت این که خلاصه اینا همه کارن، اونم حضرت محمد، حضرت محمد علیه الصلاة و السلام، عربای اون منطقه اسمش میشنن سبع دجیل، یعنی اینکه شیر دجیل، چون نزدیک دجیله به اصطلاح. اینا مربوط به خدا هستن، خدا همه ای کارا دستشون، همه ای کارا دستشون. من کان یرید العزه فان العزه لله جمیعا، هیچ چیز از تحت اراده خدا خارج نیست. روزه باید فعالیت کرد بیشتر بشه، حسینیه بیشتر بشه، اطعام بیشتر بشه، اما اضافه بشه که سیل کتاب هم باید مردم داده بشه، کتاب های توعوی. رادیو و تلویزیون الان ممکنه از برای امام حسین 1000 تا رادیو آدم بخره، 1000 تا تلویزیون بخره، اینا نشر میکنن دیگه، شبهه نداره. وقتی اینا نشر کردن فضیلت و تقوا و ارتباط به خدا واقعیت و اینها زیادتر میشه در بین اجتماع. یه وقتی روحانی ها مشروع تشویق میکردن به اطعام، یه وقت تشویق میکردن به حسینیه، یه وقت تشویق میکردن به منبر، مردم کردن این کارا رو. حالا باید تشویق کنن رادیو بذارید، ممکنه تو فلان شهر نشه یه شهر دیگه، حالا باید تشویق بکنن تلویزیون بذارید، ممکنه تو فلان شهر نشه شهر دیگه بشه،
این چیزا خیلی بسیط و آسونه، اینا وسائل امروزه. و امام حسینی که در اینجاست، همون امام حسینی که در امریکا هم هست، در انگلستان هم هست، در فرانسه هم هست، اینا جا ندارن، اینا مثل دستگاه خدا هستن در اینکه جا ندارن اصلا. در مسکو هم هست، در همه جای دنیا هست، همه جا هست. انشاءالله باید همت بشه این چیزا هرچی زیادتر بشه، هرچی تأکیدش بیشتر بشه، هرچی فعالیتش بهتر بشه، تا اینکه پیش بره. یه قصه هم مشهور صحابا هست که قصه های آخر ما هست، شاید خیلی شما هم خونده باشیدش. سابقا عراق سنی بوده همش، مله های شیعه زحمت کشیدن سر رو به عراق شیعه کردن. مسیب یه جای پلوی کربلاست، چهار فرسخه کربلاست، ایرانی هم میمده، یه فلاح سنی به نام میکنه مسخرش کردن، خیلی دلش میشکنه، پیاده میمده دلش میشکنه و میگه من میرم شکایت تو رو به علی ابن ابی طالب میکنم. این آقای ایرانی شیعه میگه، مسخرش میکنه، اینم خیلی متاثر میشه، با چشم اشک ریزون میاد تا کربلا و کربلا نمیمونه و میره نجف. حالا اون وقتا شاید 3 روزم 4 روزم راه بود اصطلاح. به نام میکنه شکایت به حضرت امیر کردن و گریه و زاری که یا امیر من هیچی از شما نمیخوام، من سفر از ایران از دهات اومده بودم، خیلی حاجت داشتم، هیچ حاجت ازتون نمیخوام، فقط حاجت الان از شما میخوام اینه که جزای اینه بدیدش، هم که من ببینم جزاشو دادید. شب خواب میبینه حضرت امیر رو، حضرت بهش میگن ما جزای این نمیتونیم بدیم. میگه چرا یا امیرالمومنین؟ میگن چون این بر ما حق دار، این شخص. میگه چه حقی بر شما داره؟ این ضد شماست. میگن حقش بر ما اینه که این فلاحه یه روز داشت باغشو آب میداد، نهر مسیب خیلی نهر واسعیه، انشاءالله صدام از بین میره میرید میبینید، هر کدومتون ندیدید، هر کدوم که دیدید دیدید، نهر مسیب هم خیلی آبش با طغیان را میره و حرکت میکنه، همجور امواج خیلی داره. بله حضرت فرمودن که این یه روز داشت باغش آب میداد، چشمش افتاد به آب، از دهنش در آمد خدا لعنت کنه بنی امیه رو، اینقدر آب زیاد به امام حسین ندادن، و چند قطره اشک ریخت، خاطر اون اشکاش نمیتونیم جزا بهش بدیم. بیدار شد از خواب، بیدار شد از خواب و خوب زیارت کرد و اینا و برگشت. اتفاقا وقتی برمیگشت از همین راه برمیگشت، چون راه همین بود، راه مصیب تو الانم راه همونه، باز دید فلاحه وایساده، فلاحه شناختش، مثل که تمرکز کرده بود درش، گفت دیده علی کاری نکرد، به سر وسش گفت، ایرانی قصه رو گفت از برای این فلاحه، فلاح سنی متعصب. فلاحه اینه که شنید گفت راست میگی علی همچی گفت؟ گفت راست میگم من. گفت این قصه رو هیچ کس مطلع نیست مگر خدا، که من واسه امام حسین گریه کردم، پس معلوم میشه مذهب شما صحیح و شیعه شد. دو تا قطره اشک ریخته بوده این آدمه، اونم نه از عقیده، دلش سوخته، آدم عاطفی دلش میسوزه. حضرت گفتن ما نمیتونیم جزاش بدیم،
اونم مسیح همین بوده که این مستبصر بشه، که شد مستبصر. انشاءالله امیدوار هستیم که فعالیت بشه از برای هرچی بیشتر قسم حسین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باز این چه شور شب هست که در خلق عالم هست، باز این چه نام هباب، چه عذاب، چه ماتم باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین بی نفخ صبور خواست تا عرش اعظم است.